تو همین دو روزه من اینجا جا داره که از تشکیلات آقای شهرخودرو و آقای حمیدآوید و هیئت مدیرهشون تشکر کنم. البته آقای حمیدآوید یه بحثی رو راجع به این که وزرا بهشون زنگ زدن، نمیدونم نماینده مجلس زنگ زدن، من اینو از آقای حمیدآوید گله دارم، یعنی چون حالا خودشون هم تو بیانیه باشگاه شهرخودرو اومده که ما رو مجبور کردن که لذت آقای یحیی رو بدیم. ببینید ما توی فضای دوستانه ببین مثل دو بهشونم گفتم ببینید من نه یه کسی توصیه گرفتم به شما بگه، اگرم کسی از جانبی حرف زده، اولا آقای سلطانی فا که مسافرت خارج بود اصلا نبودن اینجا، در دسترس نبودن، اگر کسی دیگه وزیری نمایندگی زنگ زده من اینجا صادقانه حاضرم قسم بخورم هیچ ارتباطی نگرفتن که بیاد دخالت کنه تو این مسئله برای ما رضایت آقای گل محمدی رو بگیره. انصافا یعنی شما وزارت ورزش صحبت نکردید که پادمیونی کنه یا وزارت خونه دیگه ای مثلا وزارت صنعت؟ اصلا من با آقای سلطانی فر خیلی مسائل موضوعات تیم پرسپولیس رو باهاشون مطرح میکنم. این قضیه رو چی؟ نه اصلا یعنی آقای سلطانی فر زنگ یا هر کس دیگه از وزارت خونه اصلا آقای سلطانی فر من یقین دارم زنگ نزده، از آقای حمیدآوید از خودشون بپرسید. همین الان بچه ها باشون تماس میگیرن ازشون واقعا اگر یه همچی حرفی زده باشه من خود تو بیانیه شهرخودرو نمیدونم شما خوندید یا نه. من نخوندم. دیدی تو بیانیه شهرخودرو عملا اومده که آقا به هر طریقی که بود با تماسایی که گرفتن و اینا رضایت. اگر هم کسی از طرف خودش زنگ زده ما نگفتیم، ما اینجا مدعی هستیم، حاضرم قسم بخورم که با هیچ ایشون گفته وزیر صنعت و معدن مثلا خدا گواه با آقای رحمانی هیچ ارتباطی ندارم، اصلا کاری نداریم با هم دیگه این کارو بخوام انجام بدم، بنابراین اگرم اتفاقی افتاد از سمت باشگاه یعنی توافق کردید کاملا؟ بله توی توافقی کردیم با هم دیگه نشستیم، البته شب گذشته که ما حدود 3-4 ساعت با هم دیگه بحث کردیم راجع به رقمشون، رقم قابل توجهی رو هم گرفتن، من فکر میکنم شاید بیشترین مبلغ برای مربی رضایت بمان رضایت نه اصلا شاید آقای حمیدآوید این بحث رو مطرح کردن شاید خواستن از فشار شهر مشهد خارج شن، حقم دارن، ولی اینکه بخوایم بگیم این به نظر من درست نیست که بخوایم بگیم که از به خاطر باشگاه پرسپولیس یه عده زنگ زدن ما باشگاه پرسپولیس متهم بشه به اینکه ما رفتیم کانال زدیم یا فشار آوردیم با آقای حمیدآوید که این کار، نه آقای حمیدآوید این حرف رو من میدونم به خاطر این زده که یه مقدار فشار بالاخره استان وجود داره بکنه. بله ولی من خود آقای گل محمدی که سپرده بودن به آقای حمیدآوید اینا دیگه درسته گفتن آقا رضایت منو اگر باشگاه بگیرید من میام. بله ما حتی با آقای گل خود آقای گل محمدی خب رسید به اون جایگاهی که واقعا سرمربی پرسپولیس باشه گزینه تیم ملی مونه، کیفیت خودش تو این چند سال واقعا نشون داد دیگه، فکر کنم تو در واقع شأن سرمربی هم نیست که بیاد چونه بزنه، خودش هم که هیچ صحبتی نکرد گفت آقا رضایت منو بگیرید از باشگاه، همین بحث گرفتن رضایت نامه است. اگه شما میگید از کانالای فوتبالی جلو رفتید منطقی جلو رفتید آقا ما یه عددی میدیم مثلا چند میلیارد 2 میلیارد دادید آخر، حالا اون رقمش بماند شما بین دو سه حالا یه عددی دادید این حدودا شما از آقای حمیدآوید بپرسیم در جلسه دو تا جلسه که با من داشتن آقای حمیدآوید بنده خدا فکر کنم یه ذره می‌کرد سلام من صداقتش ایمان دارم صداقتش اگر... شجاعتش هم الان تست می‌کنیم اگر... صداقتش شما ایمان دارید ما الان شجاعت ببینی... تست می‌کنیم رو خط صداقتمون اینه که به هر حال دو تا مدیر عامل باشگاه نشستیم با هم دیگه مذاکره کردیم و باید هم صادقانه به مردم بگیم که آقای حمیدآوید الان بیاد پای خط بگه که آیا از طرف ما به ایشون گفته شده فلان کس رو ما سفارش کردیم به شما بگه توصیه کنه، اگر ایشون بگه این حرفو من مطمئنم میگه نه.